چی میشه که بچه ها دچار کمخونی از نوع فقر آهن میشن و چطور میتونیم پیشگیری بکنیم که بچه ها دچار این مشکل نشن؟ یا اگر دچار این مشکل شدن چطوری در واقع اون نیازشون رو تامین بکنیم که این مشکل برطرف بشه؟ همونطور که میدونین نیاز به آهن به عنوان یک منبع اصلی هستش که برای رشد مغزی بچه ها به خصوص در 2 سال اول زندگی خیلی لازم و ضروری هستش و تو یک سری از کشورها خب به عنوان روتین و مکمل داده میشه به بچه ها که از 6 ماهگی قطره آهن رو استفاده میکنن تا پایان 2 سالگی و یا یعنی اینکه حالا تو بعضی از کشورها که قطره آهن نمیدن توصیه میشه که از سریالایی که دارای آهن هستش یا شیر خشکایی که غنی شده از آهن هستن به بچه ها بدن و اینکه حواسشون به اون غذایی که بچه ها میخورن باشه که حتما آهن مورد نیاز بچه ها تامین بشه. فقر آهن هم جز در واقع کمخونی های شایعی هستش که در بچه ها وجود داره. تو کمخونی اتفاقی که میفته اینه که تولید هموگلوبین که در واقع میاد اکسیژن رو به سلول های مختلف میرسونه کم میشه و در واقع اکسیژن رسانی به سلول ها کاهش پیدا میکنه و همین باعث میشه که در واقع بچه ها تو فعالیت هاشون کم بیارن، زود خسته بشن، مغزشون به اندازه کافی در واقع وقتی اکسیژن نگیره رشد نمیکنه و در واقع دچار یک سری مشکلاتی از این دست میشه. در مورد نوزادی که متولد میشه، آهن در کبد نوزاد در ماهای آخر بارداری ذخیره میشه. برای همین هم هستش که تو ماهای ابتدایی حالا 4-5-6 ماه اول نوزاد نیاز به آهن اضافی نداره و همچنین از طریق شیر مادر هم میتونه در واقع اون نیازش رو تامین بکنه. اما دیگه بعد از 6 ماهگی هستش که ما باید حواسمون به تغذیه کودک باشه و بتونیم اون منبع آهن رو به کودک برسونیم. حالا کدوم بچه ها بیشتر در معرض کمخونی فقر آهن هستن؟ یکی بچه هایی که نارس به دنیا میان، یعنی زودتر از وقتش به دنیا میان، این نوزادان بیشتر دچار کمبود آهن هستن چون در واقع بدن فرصت پیدا نکرده که آهن مورد نیاز رو در واقع بتونه تو کبدش ذخیره بکنه. همچنین نوزادانی که به جای شیر مادر یا شیر خشک از شیر گاو دارن استفاده میکنن قبل از 1 سالگی. همونطور که میدونین قبل از 1 سالگی نباید شیر گاو به نوزاد بدیم یا به کودک بدیم، چون باعث میشه که کودک دچار مشکلاتی از جمله همین فقر آهن بشه. بنابراین حتما یا باید شیر مادر بخوره یا شیر خشک بخوره که حالا بهتر غنی شده باشه با آهن. یا کودکان نوپا مثلا بعد 1 سالگی یا 2 سالگی که تو خانواده های متولد شدن یا حالا زندگی میکنن که از لحاظ حالا اقتصادی شرایط نسبتا ضعیفی دارن و در واقع نمیتونن اون مواد مورد نیاز بدنشون رو از طریق غذا تامین بکنن. یا کودکانی که اصلا یک سری بیماری های خاص دارن و در واقع جذب آهن تو بدنشون مختل میشه، یا بچه هایی که کلن کم اشتها هستن، خیلی دوست ندارن غذای مختلف رو بخورن، در واقع اینها بیشتر دچار کمخونی از نوع فقر آهن میشن. حالا علائمش چیه؟ بچه که دچار کمخونی از نوع فقر آهن شده، یک سری علائم ظاهری هستش، یک سری علائم در واقع آزمایشگاهی هستش. علائم ظاهری که داره معمولا بچه ها حالت رنگ پریده دارن. اگر اون قسمت درونی چشمش رو نگاه بکنی یک مقدار رنگ پریده تر هستش و اینکه بچه ها تو فعالیت های فیزیکیشون زود خسته میشن، کم میارن و اینکه رشدشون کم میشه، اشتهاشون کم میشه، پرخوشگر میشن، عصبانیتشون بیشتر میشه. در واقع یک سری رفتارهای ظاهری هستش که نشون میده که کودک ممکنه مبتلا به کمخونی از اون فقر آهن باشه. ولی دقیق ترش اینه که حالا با بررسی آزمایش خون هم مشخص میشه که این کودک دچار کمخونی هست یا نه. حالا اگر مشخص شد که حالا کودکتون دچار کمخونی فقر آهن هستش چی کار باید بکنیم؟ بهترین و سریع‌ترین راهش اینه که مکمل ها رو دریافت بکنید که حالا میتونه به صورت قطره یا قرص، حالا داروهای مختلفی که مکمل آهن هستن رو حتما باید دریافت بکنه که اون ذخیره آهنش تامین بشه. منابع دیگه که کمک میکنه کمخونی بچه‌ها جبران بشه علاوه بر اینکه گفتم باید اون مکمل های آهن رو استفاده بکنن، مواد غذایی
غذاییشون هست، تو رژیم غذاییشون حتما بهتر گوشت قرمز قرار داده بشه، حبوبات، غلات و سبزی ها، میوه های خشک، در واقع اینها آهن بالایی دارن و میتونه کمک میکنه که کمخونی بچه ها جبران بشه. و این نکته دیگه این که قطره یا حالا قرص آهن یا هر مکمل دیگه که قراره به کودکتون بدین حتما طبق اون دستورالعملی باشه که پزشک توصیه کرده، چون اگر بیش از حد هم بدین باعث میشه که کودک دچار مسمومیت بشه، دلدرد بشه و یک سری عوارض داشته باشه. پس حتما طبق توصیه پزشکتون بر اساس اون دوزی که تعیین کرده میتونین حالا اون مکمل آهن رو به کودکتون بدین. بنابراین همونطور که براتون توضیح دادم، منبع اصلی که میتونه در واقع تو این شرایط به کودکتون کمک بکنه مکمل های آهن هستش و بعد در کنارش مواد غذایی هستش که بهترینش همون حالا گوشت ها هستن، گوشت قرمز، حبوبات، غلات، سبزی ها، میوه های خشک، اینها داره در واقع آهن هستن که میتونه اون نیازهای فرزندتون رو تامین بکنه. و همچنین حالا میتونید در کنارش از این سریال ها هم که غنی شده با آهن هستن هم استفاده بکنیم به عنوان حالا تنقلات سالم، که البته شکرش کم باشه که خیلی مشکلات مربوط به شکر شیرینیجات رو برای فرزندتون نداشته باشه. در واقع میتونید اینها رو تو رژیم غذای فرزندتون قرار بدین که کم کم اون کم خونیش جبران بشه، چون همونطور که گفتم اگر کم خونی بمونه میتونه در واقع باعث بشه که بی‌اشتهایی بچه ها ادامه دار بشه، همچنان تمایل به غذا خوردن نداشته باشن، مغزشون اون رشد کافی رو پیدا نکنه، همیشه خسته باشن، تو یادگیری دچار مشکل میشن و در واقع میبینی که کمبود آهن خیلی میتونه عوارض داشته باشه رو بچه ها. پس بهتره که زودتر تشخیص داده بشه و بتونین در واقع اون درمانی که لازم هست رو انجام بدین. اگر این ویدیو براتون مفید بود استفاده کردین حتما لایک بکنین. اگر سوالی دارین تو قسمت کامنت ها میتونین از من بپرسین. منتظر ویدیو بعدی من باشین. خدا نگهدار.